به نظرم اگر این لیوان حقیقت باشه، ما به عنوان مخاطبی که نشستیم پشت کامپیوتر فقط داریم دستش رو میبینیم. این ویدیو جایی که شما عجیبترین نظرهایی که توی زندگیتون دارید رو به من گفتید تا در موردش قضاوت کنم. نظراتی که اگر توی جمع دوستانتون اظهارش کنید یک چک احتمالاً مواجه خواهید شد، یا اینکه بگن که دیگه تو با ما دوست نیستی. من ازتون توی اینستاگرام پرسیده بودم که نظرات غیر محبوب خودتون رو به من بگید تا در چهارمین قسمت آن پاپیلر اپینین یا نظرات غیر محبوب با هم ببینیم چیه اصلا این داستان. و اینکه اولین ویدیوی این سری هم برمیگرده به 2 سال پیش، یعنی یکی از قدیمی‌ترین ویدیوهای کانال منم هست. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، باید بهتون بگم که برنامه بفرمایید شام توی کانال ولاگ من در حال پخش هر جمعه ساعت 8، حتما اون هم بازدید کنید و من رضام و تا آخرین ویدیو میزبان شما هستم. فیلم اینترستلار فیلم خواباوری. اگه فیلم اینترستلار برای شما خواباوره، احتمالاً مشکل از فیلم نیست، مشکل از ملاتونین خونتونه و احتمالاً به یک دکتر مواجه بشید چیز خوبی میتونه باشه. یه ذره چکاپ کنید. اگر با اینترستلار خوابت برد، احتمالاً اگه بری کنسرت جنیفر لوپز و پیت بول هم ممکنه خوابت ببره، چون این فیلم از 0 تا 100ش فوق‌العاده ترین چیزیه که توی زندگیمون دیدیم هممون. هرچی دراما توی یوتیوب هست بچه بازیه. نه بابا، جدی، هر درامایی که تو کل دنیا هست بچه بازیه. اون درامایی هم که خالت داره برای مامانه تعریف میکنن هم تو بشنوی میگی این چقدر بچه بازیه. خب حالا قاشقشون با هم ست نبود، چه دلیلی داره الان این صحبت بشه؟ یا مثلا اون روز که جواب سلام فلانی رو ندادم، چه دلیلی داره الان زیر پا بندازه برای من؟ همه چیز توی دنیا بچه بازیه، چون در واقع همه ماها، درسته که شاید سنمون بره بالا، اما یه بچه کوچولو توی هممون زندگی میکنه که گاهی اوقات لجبازه، گاهی اوقات یک دنده است، گاهی اوقات بیادبه. گربه ها موجودات فوق‌العاده زشت و به درد نخوری هستن. من شخصا این آدمی که این کامنتو گذاشته بود رو بلاک کردم. دوستان آروم باشید، رضا داره از کامیونیتی خودش محافظت میکنه، چون کامیونیتی رضا جاییه که گربه ها در آن پرستیده میشن. ما مثل مصر باستانیم، گربه برامون یه خداست، مخصوصا رضایی که دکتر گربه هام هست و دامپزشکه. به طور جد میتونم بگم که گربه برای من خیلی با ارزشتر از خیلی چیزای دیگه است و توی خیابون ببینم گشنشه 1 کیلو گوشت میدم بهش که بخوره، اونقدر گربه ها دوست داشتنیم. و یه سری چیزا راجع به گربه ها هست. گربه ها مهربون نیستن، دوست ندارن ما رو. اینم بگم هر حیوانی شخصیت داره، مثل همه ما آدما که شخصیت مختلفی داریم، گربه ها هم این شکلی هن. یک سریشون مهربونن میان تو بغله، یک سریشون نه، اونقا بغلی نیستن. پس نمیتونی بگی آه چون گربه فلانی مثلا اومد منو گاز گرفت پس همه گربه ها این شکلی هن. سکشات قبل از بوگی و هادی کانتنت بهتری داشت. نمیتونی بگی قبل از بوگی و هادی سکشات محتوای بهتری داشت، چون که الان هم محتوای خوبی داره و قبلا هم با تادی و بوگی و هممون ویدیو ساختیم و دلیل نمیشه که حالا مثلا بگیم قبل از اینا محتوای بهتری داشت. به نظر من محتوایی که الان تولید میکنه بازم محتوای جالبیه، باحالیه. 90% مخاطبا علی سرنا رو فقط به خاطر سنگین بودن شعرهاشه که دوست دارن و میخوان ادای آدم فرهیخته رو در بیارن. این دقیقاً به نظرم احمقانه ترین چیزای دنیاست که راجع به این قضیه حرف بزنیم. کلا این کامنت ها به نظرم خیلی احمقانه است. چرا؟ چون که علی سرنا شاید باورت نشه ولی شعراش اونقدر هم پیچیده نیست، اونقدر خوب اینا رو میخونه، رپر فوق‌العاده‌ایه که شاید فکر کنی که مثلا واه چه چیز پیچیده‌ای، ولی بشینی فکر کنی میبینی که در کمال سادگی داره یه موضوع خیلی پیچیده رو برای تو میگه و این هنرشه که میتونه اون چیز پیچیده رو برای یه سری‌ها خیلی راحت بگه. در واقع میگن معلم خوب معلمیه که پیچیده ترین مسائل رو به راحت ترین شکل ممکن بیان میکنه. اگر مثلا بریم فیلم اوپنهایمر رو ببینیم، میبینیم که آقا درسته فیزیک کوانتوم خیلی چیز پیچیده‌ایه، ولی یه درکی ازش الان پیدا کردیم. یعنی اونجایی که مثلا اوپنهایمر داره توضیح میده که از هیچ چیز جامد نیست، تو توی ذهنت میفهمی. نمیای بگی که همه آدمایی که از اوپنهایمر خوششون میاد دارن ادا در میارن. پس در واقع این حرف راجع به علی سرنا به نظرم درست نیست. اگر نمیدونستید، من علی سرنا رو دیدم و توی این ویدیو هم راجبش حرف زدم، میتونید برید ببینید. بچه گونه حرف زدن دخترها خیلی رو مخه. درسته خیلی رو مخه، ولی وقتی رو مخه
که از دور ببینی، یعنی مثلا اگه ببینی یه نفر توی خیابون داره راه میره و داره دوست دخترش باش بچگونه حرف میزنه، میخوای با ماشین زیرشون کنی، یا مثلا تو اینستا میبینی طرف مثلا اومده اینو بچگونه داره حرف میزنه با دوست پسرش، خیلی به نظرم چیز کرینجیه و اصلا آدم حالش به هم میخوره. اما اگر تو به اون شخص در خلوت خودت علاقه مند باشی و اون این شکلی حرف بزنه، این مسئله برات اونقدر مثلا حال به همزن نیست، صرفا اون از دور ببینی یه نفر دیگه دار این کار رو میکنه حال به همزنه. و چرا واقعا میان تو اینستا همچین چیزایی میذارن؟ به نظرم آریا خیانت کرده و کوثر هر چی میگه درسته و حق داره که از خودش دفاع کنه. موضوع آریا و کوثر موضوعیه که چند وقت اخیر خیلی بولد شد و خیلی دارن راجبش صحبت میکنن. یعنی یه سری ریلزا رو من تو اینستاگرام میبینم 2 میلیون 1 میلیون دارن ویو میخورن سر این داستان. من هم ویدیوی آریا رو دیدم و هم ویدیوی کوثر رو نشستم با جزئیات نگاه کردم و به نظرم حق با کسی نیست جز دیلی شورتس که نوشته ادیتور میخوای. هر چقدر هم جذاب باشه که دوتا یوتیوبر بزرگی که 4-5 سال دارن با هم محتوا تولید میکنن، جز بزرگترین یوتیوبرهای فارسی هستن، جز قدیمی ترین ها هستن، الان اصلا جدا شدن رفتن پی زندگی خودشون و حالا به دلایلی دارن، حالا یک نفر ویدیو میده و یکی جوابشو میده، اون یکی جوابشو میده، هر چقدر این محتوا برای مخاطب جذاب باشه و حالا تو مثلا دیس و دیس بازی داشته باشه، به نظرم اگر این لیوان حقیقت باشه، ما به عنوان مخاطبی که نشستیم پشت کامپیوتر فقط داریم دستش رو میبینیم از این داستان و تنها کسایی که میتونن کل ماجرا و کل حقیقت رو ببینن خود این دو نفر هستن. تو این مسائل که دو نفره که خیلی بزرگن توی سوشال مدیا و از هم کات میکنن، با هم رابطهشون رو به هم میزنن، توی نمونه خارجی هم زیاد بوده، اکسکیوسی و ادپت همچین مشکلی داشتن، همه دنبال اینن که ببینن آدم خوب کدومه، همه حدس میزنن که آه مثلا این به این خاطر این کارو کرد، نه اونجا که مثلا تو اون ویدیو مثلا داره راه میره دلیلش اینه و اینا، همه دارن حدس و گمان میزنن راجع به این قضیه، چون میخوام ببینن آدم خوب کیه، آدم بد کیه، برن زیر کامنت آدم خوب بذارن مثلا تو چه خوبی، برن زیر اون کسی که مثلا اشتباهی کرده مثلا فوش بدن، در صورتی که ما نه آدم خوب داریم نه آدم بد داریم، هیچ آدمی کاملا خوب نیست، هیچ آدمی کاملا بد نیست، همه خاکستریم، نه من 100% هستم، نه شما که دارین ویدیو رو میبینی، نه اونی کسی که داره کامنت میذاره زیر پست آریا یا کوثر، شاید اون کسی که داره میگه نه آریا مثلا من دیگه دنبالت نمیکنم چون مثلا خیانت کردی، شاید خودش مثلا برد بزنه تو گوش باباش. من به عنوان کسی که مخاطبم نه رضاینه یوتیوبر، واقعا احساس معذب بودن میکنم وقتی جزئیات این رابطه ها رو میشنوم. اینجوری هم که مثلا تو مهمونی خانوادگی نشستم دارن راجع به حاملگی یه نفر دیگه حرف میزنن، اصلا احساس معذب بودن بهم دست میده. اینم بگم هر دو طرف حق دارن که بیان راجع به مسئله صحبت کنن و حرف بزنن و اون طرف داستان خود شون رو بگن، نمیتونیم بگیم آقا مثلا چرا ویدیو گرفتی راجع به این قضیه داری حرف میزنی، بالاخره یه مسئله ایه که هست، مثلا آریا یه پست میذاره همه دارن راجع به کوثر حرف میزنن، یا مثلا کوثر پست میذاره همه دارن راجع به آریا حرف میزنن، هر دو طرف حق دارن راجع به این قضیه بیان صحبت کنن. اما چیزی که ناراحت کننده است اینه که اگه این موضوع خیلی کشدار باشه، بعد از یک مدت دیگه کامنت های زیر ویدیوی آریا و کوثر نیست که عجب ویدیو خوبی بود خیلی خندیدیم، میشه اینکه آقا جواب فلانی رو نمیدی، یا مثلا فلان کانال یوتیوب اومده اینو گفته راجع به شما، میرن تو حاشیه که اصل داستانیه که ما اومدیم توی یوتیوب کانتنت کریتوری کنیم و حالا محتوای جذاب رو تولید کنیم، محتوای ترگنگان تولید کنیم، دیگه میره سمت چیز محتوای دراماهای رپرا و رپرایی که اومدن یوتیوبر شدن و چه میدونم دوست دختر اون رپر باش کات کرده، پس نمیدونم میره تو دیسترک و این داستانا پیش میاد که اصلا جاش اصلا به نظرم تو یوتیوب نیست. اینم هست که ما الان به عنوان آدمایی که نشستیم بیرون گود داریم درست ترین حالتی که تو ذهنمون هست رو راجع به این قضیه میگیم، اگر این کارو بکنید بهتره ها، اگر مثلا اونجا این کارو میکردید، چون تو اون شرط نیستیم، چون احساسات رو نداریم، چون احساسی که اون آدم تو اون رابطه داشته رو نداشتیم، پس نمیتونیم درست قضاوت کنیم. بهترین حالتش اینه که دو نفر با هم مشکلشون رو حل کنن و اصلا بیان با هم ویدیو یوتیوب بگیرن، یه دونه تو چنل این، یه دونه تو چنل اونور، و این مثلا کلا اصلا حل بشه بره، چون هیچ کدوممون دوست نداریم ببینیم طرف از اینستاگرام پا شده اومده چون ریلز 10 ثانیه‌ای دیده بعد زیر پست آریا مثلا داره فوش میده، یه نفر داره مثلا به کوثر فوش میده.
نمیخوایم این کامیونیتی یوتیوب با توسط این آدما تاکسیک بشه. دخترها سلیقه درست حسابی توی فیلم ندارن. همیشه رضا این حرف رو زده که کامنت ها، جمله هایی که با دخترها و پسرها شروع میشه، جملات بسیار بیهوده ای هستن. چون میگم هر آدمی شخصیت خودش رو داره. حالا درست پسر و دختر در یک چیزی با هم متفاوتن، ولی نمیتونیم بگی که دخترها مثلا فلانین، مثلا سلیقه درست حسابی ندارن. یکی نوشته من ساق طلایی با کاهو میخورم. کومان داره تکراری میشه. نظری بسیار نامحبوب و غیر درست. چرا؟ چون مثلا حالا دوتا ویدیو پشت میزه حالا تکراریه، یعنی مثلا این ویدیوی کوروش دقیقا همون اسکریپتی داره که ویدیو قبلش داشته، یعنی دقیقا همون جمله رو جمله قبلش رو میگه. در این صورت میتونیم بگیم تکراری شده، ولی این که مثلا بگی چون داره مثلا راجع به غذا درست میکنه پس تکراریه، مثلا میمونه بگی چون نواب ابراهیمی داره هر ویدیوش آموزش غذا میذاره پس محتواش تکراریه، منچستر یونایتد هر هفته فوتبال داره بازی میکنه پس محتواش تکراریه، آریانا گرانده 10 ساله داره خوانندگی میکنه محتواش تکراری شده. ببین شما هر یوتیوبر چند تا پلیلیست داره توی یوتیوبش. مثلا الان من دارم چهارمین قسمت از چیز رو ضبط میکنم، نظرات غیر محبوب، ویدیوی بعدیم سالاد فصل، ویدیوی بعدیش ولاگ. میدونی هر کدوم با هم فرق داره. حالا بعد از یک مدت این دوباره تکرار میشه، میاد قسمت دوم. اینجوری هم نیست که چه میدونم سوتی کلاس آنلاین پارت 1 میلیارد رو داشتیم بذاریم. در اون سرانت میتونیم بگیم تکراریه که راجب یک موضوع آدم 10,000 بار ویدیو بسازه. مثلا من میام راجب هالک ایرانی به جای اینکه یه ویدیو بذارم مثلا 10 تا ویدیو بذارم، در این صورت میتونیم بگیم تکراری شده. مرسی که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه اگه خوشتون اومد یادتون نره که سابسکرایب کنید.